درود به همه شما همراهان و یاران و دوستان ایران فردا. گاهی اوقات تو پیام‌های شما اون تاچ، اون لحظه ملموس عاطفه انقدر زیاده که آدم به قول دوستی میگفت زیر باران این عاطفه باید رفت، باید خیس شد، انقدر مهربانی توش هست که حد نداره. بعضیاتون پیام‌های خصوصی دارید. عزیزی زنگ زده بود از کرج که یک کار فرهنگی بزرگ میکنه و خواسته بود من بهش زنگ بزنم. چندین نوبت سعی کردم ولی متاسفانه تا حالا موفق نشدم. امیدوارم امروز فردا بالاخره توفیق پیدا کنم صدای عزیزش رو بشنوم. دوست دیگری که همسر یکی از همکلاسی‌های دانشکده منه زنگ زده بود، لطف کرده بود، منم زنگ زدم، با هم صحبت کردیم و بعد قرار شد در نوبت بهتری با هم حرف بزنیم. باز چندین نوبت تلاش کردم، متاسفانه پاسخی دریافت نکردم. شاید ایشون بیرون بوده و نبوده در منزل. هم به منزلشون اون ارقامی سه رقم داشتم زنگ زدم، درود بهش میفرستم، سعی میکنم این هفته این کار رو دنبال کنم. باز نازنین دیگری به من زنگ زده بود، درخواست کمکی داشت که براش گفتم قرار شد با فردی در این زمینه صحبت کنم و نتیجهشو به اطلاعش خواهم رسون. در حال هر چه میخواهد دل تنگت بگو، گوش و دل من آماده شنیدن حرفای شماست. در رابطه با برنامه باید بگم که برنامه چهار سوی خانه پدری رو که دو موردش رو دیدید، امیدوارم مورد پسندتون بوده و ادامه خواهد داشت. آب و خاک و باد رو مشاهده کردید، این برنامه جدید ماست که میبینید و همینطور ماندگاران که از نیمه فوریه آغاز خواهد شد و مشاهده میکنید تجلیلی که از بزرگ مردان و زنان ورزش ایران شده، بسیار به نظر من برنامه جالبی است. همینطور برنامه میاد، برنامه جدید میاد، جانشین قبلی ها میشه یا قبلی ها شکل تازه تری پیدا میکنن. سخت دنبال اینم که اون برنامه که خیلی شما دوست داشتید چهره ها رو دوباره احیا کنیم، دوباره دوستان اون گروه این کار رو از سر بگیرن. لیلا سامانی عزیز که بسیار ممنون کاراش هستم، آقای سفریان، این دو کارهای مشترک بسیار دیدنی و جالبی ارائه میکنن. از همه باید بگم ناصر شاهین‌پر که هر روز داره طرفدارانش بیشتر میشه، آقای دکتر حسین لاجوردی که دو سه برنامه اخیرش خیلی مورد توجه واقع شد، دکتر سیروس مشکی، خانم دکتر خزایی، خانم فریدا سبا، اینا همه هر کدوم در کوچ ایرانیان یا هر کدوم در جایگاه خودش جا افتاده. شهبال شب‌پره که چند برنامه اخیرش خیلی ابتکارات جالبی توش زده بود، متنوع بود. فهمیم سخن عزیزم که همیشه مدیون مهربانیاشم و هادی خورسندی نازنین، هادی و گربه هاش که اینجا خانه شونه. گرفتار میشه هادی، برنامه جدید ضبط نمیکنه، میگم نگرانش هادی جان، انقدر برنامه دیدنیه که میتونیم یه قبلی رو بگذاریم. دونه دونه نمیخوام از زبان آقای محمدزاده و برنامه ورزش و سلامتشون خیلی مورد توجه، سود همینطور، دیگه از کدوم، گردآفرید نازنین با شاهنامه خانی هایی که بسیار مورد توجه شماست و مکرر در باب اون میگویید، حسین حجازی با مصاحبه های دیدنیش، واقعا این آخری که با دکتر عباس میرانی بود و خود من لذت بسیار بردم، جمشید چالنگی عزیزم که هر روز کار سنگینیه، هر روز تفسیر خبر، گفتگو با افرادی که هر کدوم سلایق و علایق مختلفی داره. و باید از میبودی بگم، همیشه یار من بوده، همیشه برادر بزرگتر بوده از 16-17 سالگی من و امروز هم برادر بزرگتره. یار و یاوری که چه بگویم ازش، از محبتاش، از لطفش و از کار بسیار قشنگی که میکنه و همه یاران دیگری که
در این مسیر با ما هستن. مثلا ایرج ادیب‌زاده عزیزم کار داره، برنامه داره، میاد همون زمان کوتاهی که در برنامه سوت هست با علاقه بسیار و تأمل و دقت بسیار. پاریس رفتم، میشه از محمد رضا شاهید نگم؟ شاهید دیگه همتون میدونید رابطه من با او و نوع نگاه هم به او. هفته دیگه حتما یه روزی رو در برنامه در کنار هم خواهیم بود. مهستان بختیاری یا به اون در واقع اسم دیگری که شما میشناسیدش بهنام امینی، مهستان شروع کرد و بهنام شد، کار قشنگی میکنه بسیار در ترکیه، کارش با ارزشه. و ماشاءالله عباس‌زاده عزیزم برنامه‌ای که داره بسیار پربیننده است، محتوای خوب و تلاش بسیار. گروه خبر خانم شیرازی، خانم فریبا شیرازی که زحمت میکشه، حالا این هفته در هفته‌های اخیر شما مصاحبه‌هاش هم دارید دوباره میبینید در برنامه‌های شنبه و یک شنبه. بچه‌های دیگه گروه خبر همشون، من بعضیاشون نمیخوان اسمشون رو ذکر بکنم، ولی همشون، سعید، پیام، رضای عزیز، دونه دونه هر کدوم بگم کارشون رو با زحمت و دقت بسیار. از پرسیس بگم برنامه ترانه بارانش که بسیار مورد توجه شماست و خوشحالم که علاقه دارید و دنبال میکنید و این تازه ها رو میپسندید. به هر حال خیلی من حرف زدم، امیدوارم همکاری رو از قلم نینداخته باشم. البته خب همیشه یاد جمال بزرگزاده رو که هستم و خواهم بود همیشه میگویم و گروه فنی رو هم که هفته پیش براتون گفتم، بنابراین گروه فنی هم عزیزان منن که زحمت بسیار میکشن و هر جا نگاه میکنم هم هر کدوم در کار خودشون با چه دقت و مراقبتی برانند که برنامه‌ای که تقدیم شما میکنن مورد پسند شما قرار بگیره. اجازه بدید که این بار عام رو، بار عام در واقع هست، بار عام عشق و محبت و مهر و حمایت، آغاز کنیم با پیام شما. الو، سلام علیکم آقای دکتر نوری‌زاده، من از امریکا زنگ میزنم، انشالله که حالتون خوب باشه. ممنونم از برنامه خیلی عالی، خوب، با کیفیت عالی، صدا، تصویر، همه چی عالی. خیلی خیلی ممنونم برای زحمتایی که میکشین. در ضمن یه انتقاد خیلی کوچیکی داشتم خدمتون. این برنامه که شما دارید، پنجره سوی خانه پدری، با آقای دکتر فرامرخ صحبت میکنید راجع به اقتصاد و اینا، شما خیلی زیاد وسط صحبتشون میای. فکر میکنم اگر کمتر صحبت بکنید بذارید ایشون صحبت کنن خیلی بهتره. عذر میخوام ازتون که این با شما در میون گذاشته مشکل بودش که به هر حال باید برطرف بشه. به هر حال خوشحال شدم که صدا منو گذاشتین و امیدوارم همیشه تو کارتون موفق باشی، مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار. ممنونم بانوی گرامی. پس خوشحالم. حالا مطمئنین که صدا شما پخش میشه، سانسوری نیست، چون شما پیشا پیش میگید ممنونم صدای من پخش شد، پس میدونید صداتون پخش میشه. در مورد دکتر فرابخش چه بگم؟ اینقدر طرفدار داره که طرفداراش بر سر من میریزن که چرا شما وسط حرف ایشون پریدید. من دلم نمیخواد وقتی داریم صحبت میکنیم با هم دیگه یه حالتی پیدا بشه که بعضیا مثلا ممکنه یه گوشه رو از یادشون برده یا متوجه نشدن. من این وسط پریدنام برای یه مقدار توضیح بیشتر دادن و اینکه دکتر فرابخش رو وادار کنم بیشتر بگه. والله هیچ قصد و غرضی ندارم، خود من از این مجلس بسیار استفاده میکنم و بسیار هم دوستش دارم این مجلس رو، ضمن ارادتی که به دکتر دارم. چشم. این سمون بکمون که نمیتونم بشنم، ولی خب سعی میکنم نیمه باز بذارم، این نصف زیپ رو بکشم. مخلص شما هم هست. هموطن بعدی. سلام و شب بخیر و خسته نباشید. تشکر از برنامه خوب ایدار فردا. یه پیشنهاد دارم. زمانی که جناب آقای نوری‌زاده مهمانی رو دعوت میکنن که
باش مصاحبه بکنم اجازه بدم که مهمان بتونه بیشتر صحبتشو بکنه. آقای میرزاده خواهم انترافت میکنن صحبتهای مهمان رو. اجازه بدم که آقای دکتر که منستوزستشون رو فراموش کردم اینا قشنگ راحت بتونم حرفشون رو بزنم، آقای میرزاده کمتر صحبتشون رو قطع بکنن. سپاسگزارم، خداحافظ. ممنونم. منظورشونم دکتر فرابخش بود؟ نه، این دیگه معلوم شد من یک ایرادی تو کارم هست. آقای رامین خان لطفاً اگر دیدید بنده زیاد توی حرف آقای دکتر فرابخش میپرم، توی گوش بنده یه تذکر کوچیکی بدید. ما که به خود آقای دکتر فرابخش میگیم بیا آقا مستقلن بشین برنامه رو خود اجرا کن، میگه نه اینجوری با هم دیگه لطف بیشتری داره. پس این وظیفه تهیه کننده برنامه منه که اگر دیدن من خیلی اینتراپت میکنم در گوش من یه یاداوری بکنن آقا به یاد بیار اون خانم و اون آقا چه گفت. حالا ممکنه دیگرانی هم باشن که تلفن نکردن یا کردن بعدن میشنویم. چشم. خیلی علاقه داریم به دکتر، حسودیم شد. هموطن بعدی با درود خدمت شما آقای نوری‌زاده عزیز، یک چند وقتی از شما می‌فرمایید که این فارس‌ها چه کسانی هستند و چرا فارس‌ها؟ فارس‌ها کسانی هستند که پیامبر اسلام خودشون اونها رو فارس می‌نامید و حتی سلمان فارسی رو هم ایرانی بود سلمان فارسی نامید و در عربی الفارسی هست، در قرآن هم هست الله و محمد، ایرانی ها رو فارس اسمشون رو فارس گذاشتن و به همین دلیل هم هست که خیلی ها که اینها رو قبول دارن به ملت ایران فارسی میگن یا اهل فارس زبان فارسی. بدرود دوست من. یک زمانی هم اسم ایران پرژیا بوده، مملکت فارس، زمان ساسانیان، هخامنشیان، اشکانیان، خب اون زمان پرژیا بوده، هم پرژین گالف هم سر جاشه، خلیج فارس. اما امروز قومی به نام قوم فارس وجود نداره. اون زمان، زمانی که پیامبر اسلام اشاره می‌فرمودن، اون زمان خب مملکت پارس بود، فارس بود، پس ایرانی هم فارس خطاب می‌شد. واژه ایران که البته یک واژه کهن چند هزار سال است، از سوی رضا شاه چقدر هوشمندانه انتخاب شد بر ایران برای اینکه اقوام دیگر رو هم نمایندگی بکنه. این ممالک محروسه ایران شد، ایران بود که عنوان بهش دادن، پرژیا رو برداشتن. یه استانم به نام فارس داریم اما قوم فارس نداره. آخه قوم فارس کیه؟ اون زمان در زمان اسلام بله وجود داشته، پارتا بودن، فارسا بودن، ماتا بودن، ولی امروز وجود نداره. مثلا آیا مردم اصفهان فارسن؟ مردم شیراز فارسن؟ استان فارسه. آیا بلوچ‌ها اگر بخوایم فارس بگیم از همه فارس‌تر نیستن؟ اگر اون تعبیر قدیمی رو بخوایم به کار ببریم، نه. اینایی که شعوبیه جدید، اینایی که میخوان ایران رو تکه پاره کنن، یه راه انداختن استثمار فارسان نسبت به بقیه ملیت‌های ایرانی. ما ملیت نداریم، ما یه ملت ایران داریم. اینو هزار بار من گفتم. کردها، آذری‌ها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، ترکمن‌ها، قشقایی ها، بویر احمدی ها، شاسون ها، تالش ها، گیلک ها، مازندرانی ها، خراسانی ها، همه اینا جزء ایران هن. همه اینا تشکیل دهنده یک واحد بزرگن به نام ایران. حالا چه نوع نظامی باشه، عدم تمرکز و خودگردانی به چه صورت پیاده بشه، اینا قضایای سیاسی است. در هویت جغرافیا فرهنگی ایران تغییر نخواهد داد. ایران یک ملته. آخه چجوری شما ملت سازی میکنید؟ چه فرقی بین آذربایجانی و بلوچ هست؟ یه مقدار زبان با هم فرق دارن و یه مقدار عادات و خلقیات، ولی عمومیاتشون همه یکیه.
به همون اندازه بلوچ قرمه سبزی رو دوست داره که تبریزیه دوست داره، به همون اندازه عرب ایرانی از شعر حافظ لذت میبره که خراسانی. نکنیم این کارا رو، هم ملت سازی نکنیم. ما یه ملت داریم، ملت بزرگ ایران، که هر کدوم از این آحادش اسباب افتخارن، با ادبیاتشون، فرهنگشون، موسیقیشون، زبان زیباشون بر غنای فرهنگی این ملت میافزاین. کدوم ملتی تو منطقه این همه مزایا رو داشته باشه؟ خط نکشیم. کجا فارسا استثمار کردن؟ 150 سال در زمان قاجاری حکومت دست ترکمنها بود. قبلش نگاه بکنید، افشار، بعد صفویه، قزلباش، باز آذربایجانی، ترک بودن. در آل بویه مثلا از مازندران اومدن، ولی سلجوقیان، خوارزمشاهیان، اینا همه ترک بودن. چرا میگیم فارسا استثمار کردن؟ کجا استثمار کردن؟ آقای خامنه ای آذربایجانی مقیم مشهده، دونه دونه رو نگاه بکنی هر کدوم مال کجا. چند تا ترک زبان داریم در کابینه. آقای علی شمخانی عربن. انواع و اقسام داریم، نکنیم این کارا. فقط در ایران اهل سنت خیلی بهشون تبعیض روا میشه، چون حاضر به قبول ولایت مطلقه فقیه نیستن. اصلا ولایت فقیه رو قبول ندارن، اونا ولایت پیامبر اسلام رو قبول دارن. هموطن بعدی. آقای نورزاده عزیزم، امروز واقعا برنامه شما منو خیلی سورپرایز کرد، چون سالها که من راجع به مجاهدین صحبت میکردم، من اول میخواستم مجاهدین رو بکشم، بعدش هم آقا سازگارا رو میخواستم بکشم. ولی شما تو بچگیتون هیچ وقت شده که یه کار بدی بکنی مادرتون بهتون بگه میکشمت؟ من دیدم، چون چند بار سویچ ماشین مادرم ورداشتم رفتم تو خیابون، وقتی اومدم دنبالم دوید گفت میکشمت. پس این کشتن کشتن واقعی نیست. ولی امروز هم از دیدن آقای دکتر نیاری خیلی خوشحال شدم، همین که شما راجع به مجاهدین صحبت کردین اصلا جذب شدم یکان، که مدت ها بود ایاتون باشه اولش من مجاهدین رو میخواستم بکشم، بعدش آقای سازگار رو، حالا دیگه نمیدونم کدومشون اول بکشم بعد کدومشون الان جلوتر بکشم کدوم رو عقبتر بکشم. در حال امروز برنامه بسیار جالبی داشتین، خیلی 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 ممنونم ازتون. آره این زنی که عبدالحلیم حافظ و فیروز و اینا رو همه رو دوست داره آدم کش نیست، گاهی از شدت عصبانیت میگه میکشم اتون. اینم ممکنه هر مادری هم به بچهش بگه میکشمت. در حال یک دنیا از برنامه امروزتون خوشحال شدم از دیدن، مثلا مدت ها بود آقای دکتر نیاری رو ندیده بودم و بازم دوستتون دارم. هر کاری بکنم که دوستتون نداشته باشم نمیتونم دوستتون نداشته باشم، هر کاری بکنم که باتون تماس نگیرم بازم نمیتونم. و این آقای که جواب میدن صدای بسیار قشنگی دارن، امیدوارم یه روزی نشونشون بدین. خیلی 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 ازتون ممنونم، امیدوارم دیگه با من چیز نکنین، اونطوری با من حرف نزنین، چون قهر کرده بودم ازتون، خیلی بد با هم حرف زنین، کلی گریه کردم. اختیار داری، من همچی جسارتی نمی کنم بانوی گرایی. منم میدونم شما قادم کش نیستین و اشارتون همون از سر غضب بود، اما من هیچ وقت مادرم نگفت میکشمت. این زن نازنین که خدا حفظش بکنه اصلا دلش نمیومد به من چیزی بگه، ولی شنیدم که دیگران گفتن میکشمت. و آدم اگه ماشین مادرش هم برداره بره بیرون، خب طبیعتا یه همچه حرفایی رو میشنوه. داشتم فکر میکردم راجع به همکارا که صحبت کردم،
مسعود اسدالله به یادم اومد که توی برنامه جدیدش تحول ایجاد کرده و واقعا دیدنی است. به او هم درود میفرستم، همکار عزیز و نازنین و دوست قدیمی. خب بریم هموطن بعدی رو بشنویم. با عرض سلام به جناب نوریزاده عزیز، بخواستم از برنامه های خوب و واقعا آموزنده و سرگرم کننده شما که واقعا تفاوت میکنه با همه تلویزیون ها تشکر بکنم. ضمناً میخواستم به عرضتونم برسونم این جی ال باکس که تبلیغش میکنید، من جی ال باکس گرفتم، متاسفانه این کنترل راه دوش خراب میشه، بخوام تو تلویزیون گفته بشه که این آقایون عبرت بگیرن، خراب میشه هر جا اینا رو میفروی، هر شرکتی چیز داره این راه دور هم رزرو دارن، خراب میشه میفروشن، اینا راه دور رو نمیفروشن که شما بری کمپلت بخرید، دستگاهشو بخرید، میگن کهنه شده. غزرشه که من یه سال جی ال باکس خریدم به حساب تبلیغاتی که میشده، الان کنترل راه دورش خراب شده، به هر جا مراجعه میکنم به کمپانیشینا میگن نه باید دستگاه کمپلت بخرید، راه دور رو نمیفروشید، برای اینکه راه دورش 7-8 یورو 10 یورو 15 یورو بیشتر قیمتش نیست. خیلی متشکرم، خواستم به حال اینم براتون برسونم. خدا نگهدارتون. دوست من اعتقاد راسخ دارم که عطای معینی عزیز مدیر جی ال ویز، خانم لیلا لاجوردی، دیگر همکارانشون انقدر در این مسائل دقیقن، من راحت بتونم. یکی از همکارای من دستگاهی داشت، مشکلی پیش اومد، تلفن زد، به یک روز نرسید که این دستگاه همه چیش درست شد. شما راه دور منظورتون ریموت کنترل هست، یعنی کنترل از راه دور. این دستگاه ریموت کنترل احتمال داره چون آدم مرتب استعمال میکنه، خب یه دستگاه است، ورنات میشه، پاک میشه، اون صفحهش خراب میشه، نیاز به باتری داره یا باید عوضش کرد. اصلا چنین چیزی نیست. شما، من با اطمینان خاطر بهتون میگم، همون دستگاهتون رو شما بفرستید برای جی ال ویز و دستگاه نوعی براتون میفرستن. این یعنی اصولا جزو التزامات جی ال ویز هست، همچی چیزی نیست. دستگاه رو به شما میفرسته مادام العمر، پس نمیخواد شما یه سال بعد مراجعه کنید بگی دستگاه من کار نمیکنه. نه، این مسئله جلوی پنلای همین جلوی دستگاه جی ال ویز، الان باکس رو کوچیک کردن، چقدر جالب شده. و با این ریموت کنترل، این ریموت کنترل رو باید عوض کنی. من تلویزیون خونه خودم این ریموت کنترل شد تا الان اسکای 3 دفعه عوض کرده. خب بس که فشار میدیم عوض میکنیم، بعد از مدتی هبه میره دیگه عزیزم. ایراد نگیریم. یک کار ایرانی قشنگ درست شد، منظم، سر ساعت، دقیق، بدون اینکه یک دلار سر شما رو کلا بگذاره، کارش رو دلش قشنگ میکنه. تشویق کنیم. شما یه بار میتونید حتی اینجا هم زنگ بزنید، مشخصاتتون رو بدید، اسمتون، شماره کارت جی ال ویزتون، شماره دستگاهتون رو بگذارید. من شخصا زنگ میزنم به خانم لاجوردی، ازشون استدعا میکنم اینو سریع بهش توجه کنن، که حتما هم این کار میکنم. تو مراجعان ماشاءالله 1 میلیون مشتری، تعداد خیلی زیاد. ممنونم دوست عزیزم. هموطن بعدی. الو، با عرض سلام، خسته نباشید. من یه سوالی از تلویزیون داشتم، اینی که در تفسیرهای سیاسی و میدونم ادبی و غیره میگن آخوندهای مرتجع، آیا بیشتر ما ملت مرتجع نیستیم و آخونده آقل؟ دلیلش هم 15 اضافه امامزاده است بعد از انقلاب اسلامی. مرسی، خیلی ممنون، روزتون خوش. دوست من، ما معمولا از این القاب رو تو برنامه همون به کار نمیبریم، اما به هر حال مرتجع یعنی کسی که در گذشته مانده، این مغز منجمد شده، باقی مانده. شما اگر به تاریخ ایران نگاه بکنید، این امامزاده بازی و این دکانای امامزاده، اینو مربوط به دوران قاجاری است و از صفوی آغاز میشه، در دوران قاجاری ابعاد وسیع پیدا. اما یکی از کسانی که با این امامزاده بازی مخالف بود خود ناصرالدین شاه بود، اعتقاد نداشت.
و بارها در سفرنامه‌اش میخونید. میرسه به فلان منطقه، میگه امامزاده فلان اینجا هست، برمیگرده میگه هیچ سندی در مورد اصالتش وجود نداره، رد میشه، حاضر نمیشه حتی بره زیارت. و با وجودی که آدمی که میره سه روز در کربلا و نجف کفشداری میکنه و زمین رو جارو میکنه، به این امامزاده اعتقادی نداره. ولی بعد در دوران رضاشاه و محمد رضاشاه امامزاده بازی محصور و محدود میشه، اما به هر حال باورها هست. من هر بار امامزاده صالح رفتم پر بود، امامزاده قاسم هم همینطور، امامزاده حسن هم همینطور، امامزاده عبدالله هم همینجور، هر کدوم میرفتم. لذا بوده ولی نه در این ابعاد 15,000 امامزاده درست کرد. چه انتظاری داری؟ از بامداد تا شام رادیو تلویزیون دروغ میگه، آخونده میاد اونجا دروغ میگه به شما. همین پنجشنبه بود فکر میکنم تو برنامه هم اشاره کردم به این مسئله، میان به شما دروغ میگن. رئیس جمهوری مملکت میاد درباره حضرت علی دروغ میگه به شما، میگه بله این پیغمبر اومد، علی چشم که باز کرد شروع که قرآن از حفظ خوندن، هنوز قرآن نازل نشده. خب وقتی این چرندیات پخش میشه طبیعتا روی ذهن آدمهای نادان هم تأثیر میگذاره، اونا رو دیگه ارتجا بهشون نمیگیم، میگیم جاهلان. جهله که آثارش این میشه، نه ارتجا. ارتجا احمد خاتمیه، مظهر ارتجا احمد جنتیه، مظهر ارتجا آیت الله احمدیه و امثال هم. هموطن بعدی، با درود بر آقای نوریزاده، نمیدونم با سفارش چه کسی بود که آهنگی از استاد اکبر گلپایگانی پخش کردید، دست شما درد نکند چون نخستین بار بود، ولی خواهش میکنم از این پس نام استاد اکبر گلپایگانی را بدون استاد نگویید. متوجه شدید که؟ سپاس. اکبر گلپایگانی استاد نازنین همه ماست، در قلب ما جا داره، ولی فکر نمی کنم خود گلپای عزیز اعتنایی به لقب استاد بکنه، اصلا براش مطرح نیست. از اون روزگار نوجوانی که من میشناختمش همیشه این انسان مظهر درویشی و لطف، اصلا دور از این چیزاست. شما علاقه مندید بهشون، تردیدی من ندارم، و اگر چنین رو هم میگید روی عشق به گلپاست. چشم، من به همکارم هم میگم به خاطر شما هم که شده نام عزیزمون گلپایگانی رو بدون استاد ذکر نکنه. مرسی. پیام بعدی. الو، سلام عرض میکنم، دفعه سوم دارم خدمتون تماس میگیرم، امیدوارم یک کسی جواب روی این تلفن و این مسیجی که میذاریم باشه. خواهشی داشتم ازتون که یک تلفن یا ایمیلی از آقای شهباله میخواستم، متاسفانه هنوز کسی یا مسیج رو نگرفته یا اینکه کسی ترتیب اثر نمیده، ولی ازتون خواهش میکنم که دسترسی دارین، چون من ندارم، من سکرمنتو هم زندگی میکنم، در زمینه موسیقی میخواستیم باشون کار کنیم، یه سری دوستان دیگه هم هستن میخواستم باشون در تماس باشن، اگر ایمیلی تلفنی ازشون دارین لطفا در اختیارم بذارین، خیلی خیلی ممنونتون میشم. فکر نمی کنم برای شما، اگر که مطمئنن داریم وسیله ارتباطی از ایشون براتون، شاید در چند دقیقه بیشتر طول نکشه. اسم منم فریباست، از سکرمنتو تماس میگیرم، تلفن منم. خب چون شما تلفنتون رو گذاشتید، من تلفن شما رو به شهبال عزیز خواهم داد به روی چشم، این کار رو میتونم انجام بدم، ولی باید از شهبال اجازه بگیرم که آیا ایمیلش رو اینجا اعلام بکنم. یه سایتی داره خود شهبال، هم سایت شخصی، هم فیسبوک و هم بلکتس، که اونجا هم ایمیل هست، تلفن هست، همه چی پیامگیر هست، ولی در حال شماره شما رو به ایشون خواهم داد. ممنونم. پیام بعدی. با درود، من یه اشکالی دارم، منتقدم نیستم یا اهل ادبیات و چیزی هم نیست،
ولی این بدون شرحی که میزنیم و زیر شهر می نویسی نگوشه و کنار جهان زیر بیمسماست، برای این که اگه بدون شرحشو ننویسیم نمیدونیم چی هست. این بدون شهرش وردشته بشه به شهر گوشه و کنار جهان، به نظر میاد که همچین صحیح تره تا بزنیم بدون شهر بعد زیر شهر بنویسیم. اگه شهر هم نداشته باشه هیچ که نمیدونه معمولا چی هست. ممنونم، محبتتون خداحافظ. حرف منطق جواب نده، کامل حرف منطقی، درست حرفتون. دوستان برای این بدون شهر زدن که اول قرار بر این بود که واقعا شرحی بر اون نباشه، خود فیلم یا تصویر انقدر گویا باشه که بگه، بعد ایراد به ما گرفتن که آقا ما یه دفعه باز میکنیم تلویزیون میاد نمیدونیم چیه. اینه که قرار شد شرحی داشته باشه و طبیعتا واژه ترکیب بدون شرح دیگه لزومی نداره وقتی شرحی داده میشه. هر روز میآموزم. مرسی. هموطن بعدی. درود به جناب نوریزاده و همه همکاران عزیزشون. جناب نوریزاده عزیز، امروز برنامه بسیار بسیار عالی با آقای علیزاده داشتی، ولی یادتون باشه که ما شیشه بهمن هم داشتیم. یادی از شیشه بهمن گذشته بکن عزیز دلم، قربانت. سپاسگزارم. باز هم حق با شماست. البته ما در لابلای برنامه با دکتر فرابخش در مواقع دیگه راجب شش بهمن و آثارش، تغییری که در زندگی میلیون ها ایرانی داد صحبت کردیم و به گفته دکتر فرابخش یکی از معدود انقلاب هایی که بدون خونریزی در ایران موجد یک زیرروی اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی میشه همون شش بهمن. ولی بیست و بهمنش خون آورد و تعصب و نفاق، دروغ، فساد، فریب. هموطن بعدی. سلام، روز بخیر. میخواستم بگم چرا برنامه چهره ها و برنامه چمتا گوینده مناسبی نداره، مثلا مثل صدای گرم آقای علیرضا میبودی یا صدای آقای شهریار غنبری. از طرف دیگه این برنامه چمتا اسم مناسبی هم نداره. یعنی چه؟ حالا چارسو یا چهره تا حدودی میتونه اسمهای با مسمایی باشه. از طرف دیگه من میخواستم بپرسم چرا برنامه آقای شهریار غنبری رد شد و هیچ کس هم راجبی صحبتی نکرد؟ یکی از بهترین و پربارترین برنامه هایی بود که هیچ کس در موردش صحبتی نکرد. از نقاط قوت دیگه برنامه های شما، برنامه هم سوی خبره با صدای گرم آقای عزیزان بیبودی و برنامه خوب آقای مسعود اسداللهی. امیدوارم توضیح در مورد برنامه، قطع برنامه آقای شهریار غنبری و گذاشتن اسامی بهتری برای برنامه چمتا و گوینده مناسبی برای این برنامه گذاشته بشه، چرا که اصلا همیشه صدای موسیقی رو صدای این آقای سفریان یا سفریان هست که برنامه رو از اون قشنگی، چون برنامه خوبی تهیه شده ولی متاسفانه نریشن یا گفتار برنامه مناسب نیست. سپاسگزارم، موفق باشید. خیلی عجیبه، هفته پیش هم همینجور بود. بعد از یک سال و نیم تازه شما میپرسید برنامه آقای غنبری چی شد؟ همون روز که آقای غنبری تصمیم گرفتن دیگه ادامه ندن، من اینجا توضیح دادم. بعدن هم براتون گفتم، همیشه هم برای این دوست قدیمیم حرمت قائلم. ما هم کلاسی بودیم، با هم مدرسه بودیم و با هم خیلی دوست قدیمی هستیم. مسائلی بود، شرایطی بود، ایشون دیگه ادامه نداد. با کمال احترام تا روز آخری هم که ایشون در اینجا کار کرد، حق و مزایایی که با هم قرار داشته بودیم تا دینار آخر رو دریافت کردن. یعنی نه مشکلی مالی داشتن، نه مسئله‌ای بود، نه برنامه‌شون دستی بهش خورد، نه سانسوری برقرار بود. با کمال رضایت کار کردن و با کمال رضایت هم به اراده خودشون رفتن. والا یک سال و نیم بعد شما دارید از من سوال میکنید، خیلی عجیبه. اینم از دو سوال از جانب دو نفر، اونم از لس آنجلس کالیفرنیا یا ساکرامنتو، خب خیلی برام عجیبه. به هر روی دوست من، در مورد برنامه چمتا، برنامه چمتا برنامه‌ای است که آقای
محمد صفریان اجرا میکنه و تهیه کنندش به همراه خانم لیلا سامانی که متون رو بعضیش رو مینویسن، ترجمه شعرها. یکی از بهترین برنامه های ماست. اولین نفری هستی که در مورد صدای گوینده دارید اعتراض میکنید. یعنی فکر کنید 3 سال این برنامه داره پخش میشه، 1 نفر ایراد گرفته و همون نفر راجع به برنامه چهره هم ایراد گرفته. یعنی پس معلومه مشکل این هموطن من بیننده ما با آقای صفریانه که اسمشون هم محمد صفریان هست. صفر همون میدونید اسفاری که در متون قدیمه هست و بنای قصه و فصل و هست. صفریان مثلا صفر پیدایش در عهد عتیق و عهد جدید. در هر حال این برنامه یه مجموعه ای هستن، تولید میکنن، تهیه میکنن، مینویسن، اجرا میکنن. بنابراین این لطف رو به ما بکنید. حالا در از یک صدایی، حالا به نظرم صدا رو زیاد ایراد ندارید، اینکه صدا با موسیقی میکسش شاید یه خود نیاز به تعدیل داره. خب این کار رو من از همکاران خواهش میکنم که صدای آقای صفریان با موسیقی ماسکه نشه، صدای او به گوش برسه کامل. گمان نمی کنم از این نظرم ایرادی باشه. به هر حال ممنونم از نظرتون. هموطن بعدی، با سلام خدمت دکتر نوری‌زاده. از برنامه بسیار خوبتون تشکر و قدردانی دارم. انشاءالله که همیشه موفق باشید و همینطور هر روز برنامه هاتون بهتر از روز قبل باشه. شما بسیار زحمت میکشید برای ما. از هر نوع عوامل پشت صحنه، خودتون آقای دکتر و دیگران بسیار ممنون و سپاسگزارید. انشاءالله که همیشه و همیشه سلامت و موفق و پایدار باشید و ما که تنها خوشیمون همین برنامه شما رو بتونیم ببینیم. با دکتر سوال داشتم ازتون. این پاسدار حسن عباسی گفته بودن که دلیلی که در ایران بارون یا برف نمیاد فقط جوابش یک کلمه هست، معصیت. میخواستم ببینم این همه بارندگی و برف در امریکا چه میاید، از این آقا سوال بپرسیم که دلیلش چیست. با تشکر، خدا نگهدار. بله دوست من، در بم زلزله آمده بود، ایشون و امثال ایشون و احمد خاتمی گفت به علت گناهان ماست. شما در تهران گناه کردید، در بم مردم کشته بشن. آره، گناه کرد در برق آهنگری به ششتر زدن گردن مسکری. جمع باید کرد اینا دکونه. خدا نمیاد انسانهایی رو به خاطر اینکه اونجا بدحجابی بوده. گفتید دیگه، در امریکا در اروپا باران و برف و همه به قاعده، گاهی هم سیل میاد، این اتفاقا میفته. اینجا رو درست کنیم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده تا هفته آینده همین ساعت همینجا، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.